آیتو جمیلیان که متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن در کنار منن. از ایشون خواهش کردم که امروز راجع به ارتودنسی در بزرگسالان با هم دیگه گفتگو بکنیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در سن بالا معمولا افراد بالغ دارن اینه که براشون خیلی خوشایند نیست در محیط کار و تعاملات اجتماعی این براکت های در واقع ارتودنسی روی دندانشون نصب بشه و آزارشون میده. اصلا با همین شروع میکنیم. آقای دکتر میخوان بخندن اون وقت اذیت میشن. چیکار کنم؟ خیلی خوش اومدید. به نام خدا، سلام خدمت شما، سلام خدمت بینندگان گرامی. برای بزرگسالان ما وقتی بخوایم ارتودنسی کنیم راه‌های متنوعی وجود داره که وقتی میخوان بخندن اون براکت‌ها دیده نشه. یک نمونه از اون ارتودنسی نامرئی است. ما میتونیم براکت‌های همرنگ دندان بگذاریم، براکت‌های سفید بگذاریم یا شیشه‌ای یا سرامیکی که وقتی که بیمار میخنده اینا دیده نمیشه. این یک راهکار ما هست. یه راهکار ما این هست که یک دستگاهی رو به بیمار میدیم، میگذارد و ور میدارد، یه پلاک های شفاف تلقی مانند است که اصلا دیده نمیشه. یعنی وقتی که من دارم با شما صحبت میکنم شما میتونید دستگاه رو داشته باشید و من اصلا متوجه نشم شما ارتودنسی بکنین. اینا تکنیک های جدیدی است که امروز وارد بازار شده، تو ایران هم هست، استفاده میشه، متخصصین میگذارن. وقتی دندان ها جلو عقب هستن بیمار لبخند خوبی رو نداره و اصلا بزرگسالی که وقتی که میخنده لسش دیده میشه نمیتونه لبخند قشنگی داشته باشه. تجسم کنید یک بیماری لبخند میزنه و کل لسه هاش دیده میشه، این لبخند قشنگی نیست. یا یک بیماری لبخند میزنه و دندون هاش شلوغن و هر جوری دندون ها اومدن بیرون، یا بیمار لبخند میزنه و بین دندون هاش فضا هست. گاهی وقتا بیمار دستش رو جلوی دهنش میگیره که دیده نشه. در واقع ما اومدیم که یک لبخند زیبا رو به بیمار بدیم که دندون‌ها رو در مسیر مناسب بچینیم. وقتی دندون‌ها رو در اون مسیر مناسب بچینیم یک لبخند زیبا به بیمار دادیم. وقتی که لبخند زیبا به بیمار بدیم بیمار از لحاظ روحی روانی در وضعیت بهتری خواهد بود، از لحاظ شغلش در وضعیت بهتری خواهد بود، از لحاظ اجتماعی در وضعیت بهتری خواهد بود، بهتر کار خواهد کرد و وقتی که میخنده شاده، یعنی با لبخند درست میخنده، دستش رو دیگه جلو دندوناش نمیبره. حالا ما میتونیم اینو با همون براکت‌های فلزی این کار انجام بدیم و اگر بیمار دوست نداره این براکت‌های فلزی با اون راهکار دوممون براکت‌های همرنگ دندان، و اگر باز اون براکت همرنگ دندان رو نمیخواد با اون تلخ‌های شیشه‌ای که ما میتونیم از بیمار قالب بگیریم، این تلخ‌های شیشه‌ای رو به بیمار بدیم، اصلاً دیده نمیشه و بیمار دو هفته با هماهنگی متخصص ارتودنسی این پلاک‌ها رو در میاره و دندون‌ها یواش یواش حرکت می‌کنن و در اون فضا چیده میشن و بیمار ظاهر خوشایندی رو پیدا خواهد کرد. یعنی ما این کار رو می‌کنیم که به بیمار فانکشن بدیم، یعنی روی کرد بدیم، عمل کرد بدیم، کار فک درست بشه، در ضمن لبخند زیبا هم تامین بشه. خب آقای دکتر ببینید، الان یکی دو تا سوال تو ذهن هر کسی شکل میگیره. در کنار این چیدمان نادرستی که دندان ها دارن و بعد برای اصلاح میان حالا پیش یک متخصص ارتودنسی، ممکنه ما خلاهایی داشته باشیم، دندان هایی وجود نداشته باشه، اصلا حالا به هر دلیل کشیده باشن، اصلا رویشی نداشته باشه. در بالغین چیکار میکنید اینا رو؟ پروتز میذارید براشون؟ یک راهکار ما این هست که پروتز بگذاریم، یعنی یک دندان مصنوعی بگذاریم. ولی گای من این رو همیشه گفتم که خیلی دوست ندارم برای بیماران یه جسم خارجی تو دهانشون بگذارم. اگر بشود دندون‌ها رو از اون انتها حرکت بدیم تا اون فضا بسته بشه. دکتر فرد بالغ ها به این راحتی دندون‌ها حرکت میکنه؟ اگرش دندون‌ها شلوغ باشد و من فضا داشته باشم گاهی وقتا میتونم این فضاها رو ببندم. بله حرکت میکنه. تو بزرگسال ما باید یه سری تمهیداتی رو مد نظر بگیرم. یک، اینکه نیروم خیلی لایت باشه، خیلی کم باشه و این نیروی لایت باعث میشه طول درمان من میکنم بیشتر بشه. پس بنابراین یه بزرگسال نباید از من انتظار داشته باشه که درمانش مثل یه دونه کودک زود تموم بشه. دو، بهداشتش رو خیلی خوب رعایت کنه. سه، مشکل لثه بیمار نداشته باشه. اگر بیمار مشکل لثه نداشته باشه میشه حرکتش داد. یعنی من میتونم برای هر کسی ارتودنسی بکنم به شرطی که مشکل لثه نداشته باشه، چه کودک چه بزرگسال. بزرگسالا بیشتر مشکل لثه پیدا میکنن، بیشتر مستعدن به مشکل لثه، ولی یک کودک کمتر مستعده. بنابراین همیشه دوست داریم تو کودک این کار رو انجام بدیم، ولی برای بزرگسال هم میشه.
ما اومدیم که لبخند زیبا بدیم. خب حالا به تعبیر شما، شمایی که آمدید، یعنی شما منظورم این متخصصی این رشته اومده، دکتر دندون نهفته رو چیکار میکنید تو بالغین؟ در میاریم یا اینکه کاری میکنیم بیاد بیرون رویش کنه؟ ببینید یه بیمار میاد یه دندون نهفته تو فک بالاش داره مثلا، خب وقتی که نیست جاش خالیه، بله، یه راهکار اینه که بکشیم بندازیمش دور و این خوب نیست. چرا این کارو بکنیم؟ مگه دندون رو بکشیم و بندازیم دور، اون جای خالیش باید پر بشه، خب باید پروتز بشه، این خوب نیست. ما میتونیم اون دندون رو یواش یواش با ارتودنسی بیاریم پایین و تو قوس جاش بدیم. میاد پایین دندون خیلی یواش یواش، خیلی طولانی مدت، ولی میاد. چرا نیاد؟ با میتونیم نیرو بهش وارد کنیم و اون دندون رو یواش یواش به سمت پایین بیاریم. البته گاهی هم ممکنه نیاد، فک جوش باشه و نیاد، ولی در اکثر موارد میاد پایین، باعث مسیرش رو باز کرد و بهش نیرو داد و اون رو آورد پایین. خب حالا برعکس اینم میشه متصورش، یعنی دندان اضافه باشه یا نه؟ دندان اضافه که نمیشه گفت، درستش اینه فک کوچیک باشه، تعداد دندان ها در حالت نرمال فشار رو ورده باشن رو هم دیگه سوار شده باشن، میکشین؟ هر دو موردش امکان پذیر است. یکی اینکه دندان اضافه داشته باشه، یه مریضی ممکنه بیاد اصلا به طور مادرزادی چندین تا دندون اضافه داشته، یعنی بیشتر از 32 تا، بیش از 32 تا میتونه باشه، همینجور ما مریض داریم اونم بیان موش. این یکی اینکه همون که شما به درستی فرمودین، فک کوچیکه، دندون بسیار بزرگه، جا نمیشه، شلوغ. اینجا میایم دیگه دندون میکشیم. اینجا یک سری دندون های عقب رو میکشیم، دندون ها رو تو اون فضاها جای میدیم که دندان مرتب بشه، اون لبخنده رو تامینش بکنیم. حالا چون گفتین از عقب دندون میکشین، بچه ها میگن 2 دقیقه زمان دارین تا یادم نرفته، معمولا افراد وقتی به سن بلوغ میرسن آقای دکتر، یه ذره بالاتر و دندونه عقل شروع به رویش میکنه، خیلی از متخصصین ترمیمی میگن آقا جون این دندونه عقلتون رو بکشین، برای اینکه معمولا دندونه عقل دچار پوستگی میشه، خوب تمیز نمیشه در هنگام در واقع مسواک زدن، و بکشین. کشیدن دندونهای عقل واقعا کمک میکنه که این چیدمان ما به هم نخوره، یا اینکه نه دندون عقل باید بمونه شما با همون کار رو پیش میبرید؟ همیشه تو دانشگاه به دانشجوانم هم میگم دندون عقل اول نکشین، بذارین من ارتودنسیم رو بکنم، خوب. شاید با ارتودنسی که کردم جا برای دندون عقل باز بشود و اون دندون عقل به عنوان یه دندون اضافه اون تب بماند برای سنین پیری بیمار. در سنین پیری ممکنه که بیماری سری دندوناشو به علت پوستگی دندونای جلوی رو از دست بده، پس بله. چه اشکال داره اون دندون عقب عنوان دندون زاپاس اون تب بماند؟ ما ابتدای امر نریمون دندون رو بکشیم. همیشه گفتم که اجزای بدن لوازم یدکی نیست، بگیریم بکشیم بندازیم بره، وقتی که ما بکشیمش دیگه نداریمش، من اونو حفظش کنم اون دندون رو، من ارتودنسی بکنم، با ارتودنسی من شاید جا برای دندون عقل باز شد. حالا اگه ارتودنسی کردم جا باز نشد، نشد، کج بود، زیر لثه بود، تو نهفته بود، دورش کیست بود، مشکلات دیگری داشت، اون موقع ما میکشیم. پس چرا اول من برم بکشم؟ دکتر متشکرم. تقریبا سوالات عمده‌ای که در طول روزهای گذشته به دستمون رسیده بود رو پرسیدم، در قالب سوالات خودم از شما پرسیدم و متشکرم آقای دکتر. پس ما در بزرگسالان می توانیم ارتودنسی داشته باشیم؟ قبلش نیاز به یک مشاوره داریم؟ شرایط کار و فرمت کار باید مشخص بشه و بر اساس اون پروتکل درمانی باید قدری نسبت به یک نوجوان و یک فرد کم سن صبوریشون بیشتر بشه، چون ممکنه طول دوره درمان بله، بیشتر. کاملا درست. از دکتر جمیلیان عزیز خیلی متشکرم و فرصتی میخوام برای اینکه بریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز. متشکرم.